برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. منابع محلی یمن از حمله خونپاره دوباره ارتش سعودی به استان صعده در شمال یمن خبر دادند. گفته می شود بر اثر این حمله که برای دومین بار در یک هفته اخیر انجام می گیرد، دست کم یک غیر نظامی شهید و 11 تن دیگر زخمی شدند. 16 جمادی‌الثانی مصادف است با 43 سالگرد شهادت آیت الله سید حسن شیرازی قدس سره که در لبنان به شهادت رسید. شهید آیت الله سید حسن شیرازی برادر بزرگتر آیت الله لزمی سید صادق شیرازی دامظله بود که عمر خود را در مسیر طلب علم و نشر اندیشه و آموزه های اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام وقف کرد. مارتین گریفیتس معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه گفت به دنبال ممنوعیت کار زنان در مؤسسات خارجی کمک نقدی 40 میلیون دلاری هفتگی به افغانستان قطع شده است. او ممنوعیت کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی را ضربه‌ای بر ظرفیت‌های کمک رسانی برای حدود 28 میلیون نفر دانست. در حالی که سرکوب خبرنگاران و روزنامه‌نگاران توسط سنی‌های تندروی طالبان از زمان روی کار آمدن تا کنون ادامه داشته، تعدادی از خبرنگاران در ولایت پکتیا از دسترسی محدود به اطلاعات انتقاد کردند. این فعالان رسانه‌ای محدودیت دسترسی اعمال شده توسط طالبان برای دستیابی به اطلاعات را مانعی برای فعالیت راحت و آزادانه خود برای انجام وظیفه رسانه‌ای خود دانستند. رسانه‌های ایرانی اعلام کردند که امکان دسترسی آنلاین به نسخه خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران قطع شده است. گفته می‌شود این امر که در نتیجه اختلال فنی ایجاد شده، گلایه برخی از پژوهشگران را به همراه داشته است.